آوردن تا درمانش کنن. حمیده زنی که قربانی خشونت‌های خانوادگی قرار گرفته و حالا در بستر بیماری به سر می‌برد، از ورسوالی کاولنگ نمبر 2 این ولایت است و به شفاخانه ولایتی آوردن. جراحات متعدد قاطعه در قسمت‌های بینی و وجه داشت که در حدود 6-7 جرح عمیق بود که ترمیم شد، و همچنان جراحات قاطعه متعدد در بند هر دو دست، در کف هر دو دست و در قسمت های ساعدا داشت که البته طبعاً با تخریبات جلد و تحت و جلد و اوتار و تندونا و حتی گفته میتونیم شاید عصب و اعصاب همراه بود. این حادثه شب سه شنبه در منطقه دهن مرغین ورسوالی رخ دادن و در این حادثه محمد علی مامای حمیده نیز قربانی این حادثه شده. میخواستم سلاح زیر بگیرم که بمی اسناد ضربه کسرم دیگه دو فایر کرد که یکش در قسمت سینه ام خورده، یکش هم در قسمت بازویم. بعد از او مک افتادم دیگه، باز فکر کنم ما آدم هم شناختم، نفرم از امو فامیلا از امو همشیریم هست دیگه، او کدام سمت از قبل داشته مورد جریان نبود. محمد اسحاق که از نزدیکان حمیده است میگوید عاملان این قضیه شناسایی و مجازات شود. با کمپاین های تبلیغاتی به خاطر محو خشونت علیه زنان در این ولایت، باز هم آمار خشونت نسبت به سالهای قبل بیشتر است. از حکومت خود چیزی قانون اسلامی و جمهوری باشه، باید دیگه مجازات کسی که کار کرد مجازات شود. مسئولان ریاست امور زنان در این ولایت میگویند که شوهرش سرباز نظامی است، به خاطر خصومت های خانوادگی بالای این خانم خشونت صورت گرفتند. میخواسته که ایرا آتش بزنه، میگه که تل سرما پاش داده، بعد از باز میخواسته که ایرا با لیتر آتش بزنه، ولی چون لیتر روشن نشده و موفق نشده که ایرا آتش بزنه، بعد از باز با ضربات چاقو ایرا مصدوم میسازه، بعد از او فرار میکنه. البته خانومش میگه من شناختمش، ای شوهرم بود. با آن هم که نهادهای مدافع حقوق بشر و فعالان جامعه مدنی کارهای برای محو و کاهش خشونت انجام داده اند، ولی هنوز هم افغانستان بلندترین آمار خشونت در مقابل زنان را در این کشور دارند. علی سامی، تلویزیون بامیان.